میای وارد این دوتا تیم میشی و قرارداد میبندی تا روزی که بازی استقلال پرسپولیس هست، هر جا که میری صحبت از این بازیه و همه ازت میخوان که این بازی رو ببری و شکست نخوری و یه جورایی این بازی انگار خارج از جدول مسابقاته، بیشتر از سمتی، خیلی بیشتر از سمتی از اهمیت داره. حداقل اون زمانی که من پرسپولیس بودم و آقای پروین سرمربی ما بودن، همیشه شعارشون این بود که اگرم قهرمان نمیشیم استقلال رو ببریم و فکر میکنم برای استقلالی هم طبیعتا این حالت وجود داره و خیلی وقتا طرفدارای این دوتا تیم اگر قهرمان نمیشن دلشون به اون بردی که حالا تو اون سال در مقابل تیم رقیب به دست آوردن خوش. برای همه این بازی یه ذره متفاوته با بازی‌های دیگه. مثلا اولین بازی که من دربی بازی کردم 1-1 شدیم که آقای جباری برای ما گل زد، آقای نوازی هم پنالتی برای اونا زد که مجاهد خضیراوی پنالتی رو گرفت. خیلی یکی از بهترین بازی‌هایی بود که من از این دوتا تیم دیدم. کلا آقای پروین در طول هفته‌ای که بازی مقابل استقلاله رنگ چشمش عوض می‌شد، نه رنگ این داخلی، این سفیدی چشمش قرمز می‌شد. اینو دیگه همه می‌دونستن. کلا همیشه وقتی آقای پروین یک استرسی داره یا یه اتفاق مهمی قراره بیفته، این حالت براش پیش میومد و دیگه نیاز نبود برای ما صحبت کنه از حساسیت بازی. ما چشمشون رو که میدیدیم میفهمیدیم که این هفته هفته مهمیه. بعد آقا پژمان یه پستی تو اینستاگرام گذاشتی، فکر کنم دربی قهرمانی، خیلی احساسی بود، گفتی خدا نمیشه معامله کرد، یعنی برمیگشتم میومدم. نه من فکر میکنم همه آدمایی که فوتبال رو میذارن کنار در همه جای دنیا آرزوشون باشه که برگردن و اگه به من بگن یه روز میتونی برگردی، اون یه روز هم میتونی انتخاب کنی، طبیعتا میگم استقلال پرسپولیس. خیلی خیلی، حتی برای من از بازی‌های ملی پر هیجان تره، برای اینکه وقتی شما تو آزادی تو تیم ملی بازی میکنی همه اون 120 هزار نفر طرفدار تو، ولی وقتی جلوی استقلال بازی میکنی تقریبا نصف نصف استادیوم و حساسیت بیشتری داره. بعد سینمایی ها با کیا بیشتر کلکل فوتبالی و آبی قرمز مخصوصا؟ سینما هم از یه اشلی از جامعه ماست فرق نمی کنه، همه درگیرن، همه دوست دارن. مثلا چون با سام خیلی من سر کار بودم این اواخر، مخصوصا سام هم که استقلالیه و کاری میکنیم، ولی خدا رو شکر نویسندمون که پیمانه پرسپولیسیه، آره اگه زیاد استقلالی بازی در بیاره دیالوگاشو حذف میکنه، ولی در هر صورت هستن و این جذابیت های فوتباله. بعد دربی رو چجوری میبینی؟ فکر میکنی برنده دربی قهرمان ایران میشه؟ چیزی که منو میترسونه اینه که همیشه تیمی که مردم بیشتر بهش امید دارن تو بازی استقلال پرسپولیس معمولا به خاطر این اقبال و توجهی که بهش میشه تو روز بازی اون چیزی که بعد نشون بده رو نشون نمیده. الانم کفه ترازو به نفع پرسپولیس سنگین‌تر فکر میکنم.